سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همکاران در کمیته محیط زیست، همچنین تمام عزیزانی که ما رو از طریق لایو یوتیوب دنبال میکنند. امروز 10 مارس 2023 برابر با 19 اسفند 1401 با یکی دیگر از جلسات کمیته محیط زیست کانون دفاع از حقوق بشر ایران در خدمت شما هستیم. در ابتدا مروری بکنیم بر عناوین این جلسه. ابتدا دعوت میکنیم از خانم روزا جهانبین برای گزارش و تحلیل اخبار و موارد نقض. پس از اون کنوانسیون پروتکل محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی توسط آقای اصغر خدابند سامانی ممان خواهد شد. سپس دعوت خواهیم کرد از آقای قندیل دادخواه با سخنرانی در خصوص سد گتفند، پروژه ملی یا فاجعه ملی. پس موضوع بحث آزاد رو خواهیم داشت با عنوان حفاظت از جنگل‌ها و فضای سبز. در ابتدا از خانم جهانبین دعوت می‌کنیم اگر آماده هستن برای سخنرانی خود و موارد نقض، خوشحال میشیم که در جریان بذارم. مورد بفرمایید خانم جان. مرسی از شما. من سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران عزیز و شنوندگان محترم. در ابتدا من در مورد بخش آلودگی هوا مواردی رو خدمتتون عرض می کنم که در ماه گذشته اتفاق افتاده بوده، یعنی بهمن ماه. روزهای هوای ناپاک شهر اصفهان 20% در ماه گذشته افزایش داشته. 13 ایستگاه هوا در شهر تهران وضعیت قرمز رو نشون دادن و همچنین هوای 8 شهر خوزستان آلوده اعلام شده. به گفته آقای سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست، کمتر از 10% از قانون هوای پاک در ایران اجرایی شده و همچنین متهم ردیف اول از آلودگی هوا در همدان ترافیک سنگین عنوان شد و همینطور هوای کلان شهر مشهد نیز روزهای آلودگی زیادی رو در ماه بهمن پشت سر گذاشته که حالا یه قسمتی رو میخوام در واقع به این اخبار اضافه کنم. همطور که میدونید در سال 1396 قانونی تحت عنوان قانون هوای پاک تهیه شد که در دستور کار دولت قرار گرفت، اما تا کنون که بیش از 5 سال از تصویب این قانون گذشته هنوز در ایران ما شاهد موزل آلودگی هوا هستیم و طبق صحبت مسئولین اجرایی فقط 10% از این قانون تا الان اجرایی شده و همچنین این مسئله آلودگی هوای ایران در تضاد هستش با ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که این قانون در سال 1374 تصویب شده بوده. بخش بعدی مربوط به حوزه آب و وضعیت تالاب‌هامون هستش. آقای علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از آن کردند که مکانیابی درستی برای احداث سدها در کشور در این چند سال صورت نگرفته و همچنین افزایش بیرویه چاهای غیر مجاز برای دستیابی به آبهای زیرزمینی در کشور حیات عامل اصلی خشک شدن تالاب ها به عنوان درصد از آلودگی های تالاب انزلی مربوط به فاضلاب صنعتی هستش و همچنین خشکی تالاب میانکاله متاسفانه به 15000 هکتار رسیده و همینطور بیش از 1000 کیلومتر از مساحت دریاچه ارومیه هم کم شده. در خبر بعدی این که 60% از فاضلاب شهرستان دزفول به رودخانه دز وارد میشه و همچنین تامین نشدن حق آب در واقع حقابه 2 تالاب بین المللی هورالعظیم و گلستان
باعث شده که این تالاب در وضعیت نابسامانی قرار بگیره. همینطور 35 هزار هکتار از منطقه تالاب صالحیه تبدیل به کانون فعال ریزگردها شده متاسفانه، که این تیشه به ریشه زدن منابع آبی که حیات جانداران از انسانها و حیوانات گرفته تا گیاهان نقض ماده 14 سند 2003 یونسکو هستش که در مورد حفظ و استفاده پایه از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار صحبت کرده و همچنین عدم رسیدگی و احیای تالاب‌ها هم با اصول مندرج در کنوانسیون رامسر که ایران هم به این کنوانسیون ملحق شده در تضاد هستش. بخش بعدی در مورد آلاینده های صنعتی هستش. کارخونه رب اسدآباد که از دو سه سال پیش حدودن به خاطر اینکه فعالیتشون در تضاد با حفظ محیط زیست بوده، در ماه بهمن حکم قضاییشون صادر شده که فقط جزای نقدی برای این کارخونه در نظر گرفته شده و البته مثال و امثال این کارخونه و یا حتی واحدات صنعتی زیاد هستند که فعالیت هایی در تضاد با محیط زیست دارند و خیلی برخورد جدی باشون نمیشه به جز همون مسئله جزای نقدی. خبر بعدی این که سرازیر شدن آلودگی نفتی پالایشگاه نفت آبادان در اروند رود هم به حال یکی از مسائلی هستش که ما میتونیم به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی کشور به خصوص منطقه مطرح کنیم و همینطور 17 واحد آلاینده در اردبیل شناسایی شدند و اخطار دریافت کردند و همچنین مدیر کل حفاظت محیط زیست استان ایلام اعلام کرده که از ابتدای امسال سال شمسی تا پایان دیما 168 اخطاریه فقط برای واحدهای تولیدی استان خودشون یعنی استان ایلام ارسال کردن و 156 مورد تخلف کشف و ضبط شده. یعنی شما میتونید به راحتی حجم این ضربه‌ای که این کارخانه ها و این آلاینده های صنعتی دارن به محیط زیست وارد میکنن رو مشاهده کنید. خبر بعدی در مورد وضعیت اسفناک نگهداری حیوانات در باغ وحش ساری هستش، به خصوص وضعیت حیوانات شیر و خرس که در این باغ وحش متاسفانه دچار سوء تغذیه مشکل رو در بحث باغ وحش داشتیم که متاسفانه باغ وحش های ایران اصلا هیچ گونه استانداردی در اون رعایت نمیشه و حیواناتی که متاسفانه در واقع وحش ها هستن خیلی زندگی غیر استاندارد و شرایط بدی رو میگذرونن. بخش بعدی که خیلی بخش مفصلی هست، شما همیشه هم در موردش توی کمیته خودمون صحبت کردیم، محیط بانان و شکارهای غیر مجاز هستش. حدود 2 تن از انواع آبزیان دریایی به صورت قاچاق در مازندران کشف شده که ارزش این ماهی ها 600 میلیون تومان بوده و از 2 خودرو پیدا شده. 3 نفر که مشغول شکار کبک و خرگوش در استان مازندران بودند توسط محیطبانان شناسایی میشن و دستگیر میشن. 3 شکارچی هم در شهر قصرقند دستگیر میشن. 13 مورد حیوان تروفه که به صورت خشک شده یا همون تاکسیدرمی شده در استان خراسان کشف و ضبط شده. 176 مورد شکارچی غیر مجاز در خراسان رضوی بازداشت شدند که به خاطر عملیات این شکارچیان حدود 300 میلیون تومان فقط به محیط زیست خسارت وارد شده. 2 شکارچی غیر مجاز در شهرستان مهریز یزد دستگیر شده. دقت داشته باشین تمام این آمارایی که داره گفته میشه فقط مربوط به ماه بهمن هستش. فقط حجم این میزان از تخلف و در واقع مشکل رو ببینید توی این زمینه. 2 شکارچی متخلف در تالاب بین‌المللی گمیشان دستگیر شدند. در استان اردبیل 115 شکارچی متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند و محیطبانان موفق شدند جان 42 جاندار رو در این استان نجات بدن. 4 نفر از شکارچیان غیرمجاز در اشنویه حکمی مبنی بر حمایت از توله خرس بلوچی که جنسیتش هم ماده بوده و اسمش هم لالین هسته، شاید در اخبار شنیده باشید این خبر رو،
به هر حال به خاطر نوع اون تخلفی که داشتن جریمهشون این بوده که باید از این توله خرس حمایت کنن. یک شکارچی غیر مجاز در شهر طالقان دستگیر شده. سه شکارچی غیر مجاز در کردستان دستگیر شده. 151 محیطبان در حراست از محیط زیست کشور متاسفانه شهید و 273 نفر هم جانباز شدند. و اینکه حالا این مسئله کمبود محیطبانان، خب ما هممون بهش واقف هستیم و حالا اگر بخوام یه خلاصه آماری بدم، اصفهان به ازای هر 13,000 هکتار فقط یک محیطبان داره و همینطور محیطبانان شهرستان کنگاور هم 25 گروه شکارچی رو فقط در طول یک هفته از ماه بهمن ماه موفق شده بودن دستگیر کنن، که البته اخبار خیلی بیشتر از این بود. من فقط سعی کردم که تعدادی از اون رو گلچین کنم در زمینه محیطبانان و شکارهای غیر مجاز، که این مسئله هم در تضاد هستش با قانون شکار مصوب 1335 و همچنین قانون شکار و صید مصوب 1346. و همینطور جا داره یه اشاره هم به عدم امنیت شغلی محیطبانان داشته باشم. محیطبانانی که گرچه از زمان و انرژی و حتی جونشون مایه میذارن، اما در نهایت به دلیل عدم وجود قانون حمایتی درست در کشور همیشه در خطر جانی هستن، که در این خصوص ما بارها در کمیته محیط زیست صحبت کردیم. مسئله بعدی در مورد حیوانات در خطر انقراض هستش. در ادامه حالا شاهکارهایی که در حوزه حفظ و نگهداری از محیط زیست و حیات جانداران میزنیم، زندگی سه گونه حیوان در ایران در خطر انقراض قرار گرفته. مورد اول گربه شنی هستش که کوچکترین گربه سان وحشی خراسان جنوبی هست که در خطر انقراض هستش و علت این انقراض هم تخریب زیستگاه این حیوان مطرح شده. مورد بعدی در واقع پرنده هوبره هستش که زنگ خطر حیات این پرنده هم به صدا در اومده. و مورد بعدی هم حیوان کاراکال هستش که حیات این حیوان هم به سمت و در واقع نسل این حیوان هم به سمت انقراض داره میره. از دلایل اصلی رو به انقراض رفتن این حیوانات هم تصادفات جاده‌ای، شکار غیر مجاز، تخریب زیستگاه‌ها، بیماری و به صورت کلی عدم مدیریت صحیح نامبرده شده است. جالبه که ما ماده 10 قانون صید و شکار در واقع مطرح میکنه جاندارانی که نسلشون در معرض نابودی هستش و یا تعدادشون خیلی کم شده، خب تحت حمایت باید قرار بگیرن و مرتکبان شکار این حیوانات به حبس از 3 ماه تا 3 سال و پرداخت جریمه نقدی از 100 تومان تا 2 میلیون تومان محکوم میشن. یعنی جریمه بسیار ناچیزه، که این کمی میزان جریمه به خاطر این هستش که خب این قوانین اکثرا خیلی قدیمی هستن و تلاشی هم برای اصلاح این موارد انجام نشده. به هر حال خیلی به این دو دلیل عامل بازدارنده به حساب نمیاد. و دسته آخر هم در مورد بخش آلودگی و زباله هستش که سیستم دفع زباله در شهر بجنورد استاندارد و قانونی نیستش و در حال حاضر دفع زباله در کوه بابا موسا انجام میشه که کاملا یک عمل غیرقانونی هستش. و همچنین شیرابه ها روزانه سطح زیادی از جنگل های هیرکانی رو به سمت نابودی دارند میکشن، که به موجب ماده 9 قانون مجازات اسلامی تهدید علیه بهداشت عمومی که شامل مواردی مثل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده یا دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و مواد زائد یا حتی ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، حتی زباله، وجود زباله یا انداختن زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام و امثال این موارد به حبس تا 1 سال محکومیت داره، که باز هم ما میدونیم و میبینیم که عملا برخوردی با کسانی که این اتفاقات رو رقم میزنن و این بیدقتی ها رو میکنن صورت نمیگیره. مرسی از توجهتون. اگر که سوالی هست من در خدمت. سپاس از شما خانم جهانبین، ممنون از
توضیحات کاملتون. متاسفانه اشاره که کردین دقیقا درست و به جا، و اینکه ما عوامل بازدارنده و قوانین های بازمانندهی که داریم در خصوص محیط زیست و آسیب، مسائلی که آسیب میزنن محیط زیستمون، انقدر محدود و قدیمی و قوانین در حد ابتدایی و جزئی هست که ما هر روز شاهد مسائل این تیپی خواهیم بود. مثلا 3 ماه زندان یا جزای نقدی 100 هزار تومان 200 هزار تومان برای شکار غیر مجاز و یا تخلیه زباله و ورود شیرابه ها، همونجور که شما اشاره کردیم به محیط زیست، خب تاثیر بسیار به سزایی خواهد داشت. بعد از اون طرف ما در احکام دیگه میبینیم مثلا به خاطر 100 داشت خالی آتیش زدن یا یک گرد همایی، خب حبس های طولانی مدت شما بارها شاهدش بودیم که دادن. ممنون از شما. اگر که از دوستان سوالی یا نکته‌ای در این خصوص دارن در خدمتشون هستیم. بسیار عالی. با هم دیگه بریم به بخش بعدی این سخنرانیمون، گفتگومون. همونطور که میدونیم خطرات آلودگی منابع مستقر در خشکی در بر محیط زیست دریایی تأثیر بسیار بسزایی خواهد داشت. عمدتاً به دلیل تخلیه فاضلاب ها و عدم تصفیه درست فاضلاب های شهری و صنعتی، مشاهده آسیب به محیط زیست دریایی بودیم که به تبع اون مسائل جدی بر سلامت انسان ها و همچنین محیط زیست دریا به وجود خواهد بود. توضیحات بیشتر در این خصوص و بررسی کنوانسیون پروتکل حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی رو آقای اصغر خداوند سامانی رو دعوت کنیم ازشون که بیشتر توضیح بدن در این خصوص و با گوش جان دل میشنویم. بفرمایید خداوند. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. خب موضوع سخنرانی قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی. من ابتدای که خلاصه از اهمیت دریا خدمتتون عرض کنم، دریاهای بخصوص دریاهای منطقه‌ای مثل مثلا خلیج فارس و دریای عمان، خب علاوه بر این که در ایجاد تعادل آب و هوای منطقه اثر دارن و کل اکوسیستم جهانی را تحت شعاع قرار میدن، از نظر منابع بیولوژیکی در جهان میلیون‌ها نفر از اونها دارن تغذیه میکنن. حدود 40 کشور از جمله ایران در چنین موقعیتی هستن که در کنار دریاهای منطقه‌ای هست قرار گرفتن و یکیش هم خود ایران هستش. دریا و اقیانوس ها یکی از مهمترین تنظیم کننده های دی اکسید کربن هستند. دریا ها حدود 30 برابر بیشتر از جنگل ها دی اکسید کربن را جذب می کنند. 3.5 میلیون سالی که پلانکتون ها حدوداً سالانه 40 میلیون تن کربن را که به صورت دی اکسید کربن جذب می کنند و اکسیژن تولید می کنند. و همینطور دریا و اقیانوس مهمترین منبع پروتئینی برای انسان های رو کره زمینه که بالای چندین میلیارد انسان هستن. همچنین نفت و گاز که بهترین نوع انرژی هستش، اما حجم زیادیش در دریا هستش. در مقابلش دریاها به خاطر وسعتشون، گستردگیشون و میشه گفت که فقدان قدرت‌های پراملی، از این طرف هم آلاینده‌های دریا و پیچیدگی‌هایی که در اون وجود داره بسیار مهم و تاثیرگذار شده رو دریا و آب. حالا در کل دنیا، حالا ما اختصار به خاطر زیر وقت فقط به مسئله خود داخل ایران و دریای منطقه‌ای که مربوط به ایران هستش می‌پردازیم. بحثی که هستش رو خلیج فارس. خلیج فارس خب عمقش کمه، شوری آب زیاده، هوا گرمی داره تو این منطقه، ارتباط محدودی داریم ما با آب‌های آزاد. برای همین اگر آلودگی وارد خلیج فارس و دریای عمان بشه باقی میمونه و اثرات مخرب بسیار زیادی داره. در همین راستا خب مهم برای دولت‌ها هم بسیار مهم بوده، به خصوص دولت‌های منطقه
خلیج فارس، حالا 8 کشور هستن که از دریای عمان و خلیج فارس استفاده میکنن. بعد از اینکه قانون حمایت از محیط زیست دریایی، کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریایی کویت به امضا رسید، به تبع بر اساس ماده 6 این کنوانسیون کشورها اومدن و قانون پروتکل راجبه حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر خشکی را به نوعی نوشتند و به امضا رسوندن که این قانون حدود این قانون 16 ماده داره و سه زمینه که در سال 1368 به شمسی در کویت تنظیم شد و سال 1371 در ایران به تصویب رسید و به سازمان محیط زیست جهت اجرا ابلاغ شد. خب من حالا به صورت خلاصه بعضی از ردیف ماده های این که خیلی مهمتره حالا مربوط به ماست و شاید نقض قانون میشه در این موارد میگم. ماده یکی این در مورد تعاریفه. خب تعاریف مقصود تصفیه مرکب مراجع هست، قوانین هست و تعاریفی هست که در بیشتر کنوانسیون ها میتونه مشاهده کنیم. منطقه اجرایش هم خب منطقه اجرای این پروتکل منطقه جای همون کنوانسیون هستش و آبهای خلیج فارس و دریای عمانه. ماده 3 در مورد منابع آلودگی، بیشتر منابع آلودگی که در خشکی مستقر هستن میشه گفت که از دوله های فاضلاب وارد دریا میشن و یا از روی کانال ها یا آبراه ها یا از رودخونه ها و قسمتی هم از تأسیسات استخراج نفت و گاز و قسمتی هم از طریق اقلیم هوایی. به فرض کشوری از مواد شیمیایی زیادی استفاده میکنه یا محیط آلوده هست از طریق باران و در اون منطقه میتونه روی این دریا هم تأثیر بذاره. ماده 4 کنترل منبع هستش که دولت ها یعنی پروتکل متعهد شدن که منابعشون رو طبق زمینه یک پروتکل، یک قانون و پروتکلی بنویسن که بتونن منبعهای آلاینده رو کنترل کنن و یک قانونی براش بنویسن. ماده 5 تصویه مشترک یا مرکب پساباز که در این زمینه هم دولت آباز متعهد شدن که بیان یک پروتکل و یک قوانینی بر اساس زمینه شماره 2 این پروتکل بابت تصفیه های فاضلاب های حالا صنعتی و یا خانگی بنویسند. ماده 6 مقررات منطقی و محلی مجوز برای تخلیه فضولات. ماده 7 مراقبت و مدیریت داده ها و ماده 8 ارزیابی اثرات زیست محیطی. این به این شکلی که کشورها متحد شدن که اگر کاری به خصوص پروژه های عمرانی دارن انجام میدن در حالا بیشتر در نزدیکی دریا، حالا شاید کشوری در مرکز خودش دارن انجام میده شاید روی دریا تاثیر گذار نباشه ولی عملیات عمرانی به خصوص که در کنار دریا و یا تاثیر گذار باشه و دریا انجام میدن باید حواسشون باشه که متحد شدن که به محیط زیست دریایی آسیب نزنه. حالا بیشتر در این قسمت بیشتر نقضایی که می شده مثلا از طریق عربستانه به خاطر نیروگاه هسته‌ایش خود ایران هستش، نیرو هست مادر بوشهر کنار دریا هست یا پتروشیمی ها و پالایشگاه هم کنار دریا هستن. آب شیرین کن ها هم تو کشورهای ایران هست، کشورهای وزی خلیج فارس به خاطر مسائل آب هست آب شیرین کن ها هستن و حالا عمدش در کشور شاد امارات ساختمان های بلند طبقه که میسازه در دریا یا کنار دریا به خاطر جابجایی ماسه ها و اثرات مخربی که به دریا و زیست محیط دریا خواهد داشت. ماده نوعش همکاری علمی و فنیه. کشور ها متعهدن که با هم مبادلات اطلاعات علمی و فنی داشته باشن، اگر یک ماهیتی یک تحقیق مشترکی دارن با هم باشن. کمک های علمی فنی و غیره است که باز هم کشورها متحدن که میتونن حالا یا مستقیما یا غیر مستقیم یا از طریق سازمان ها و مناطق یا
مراجع دیگه، حتی کمک های مالی و علمی آموزشی برای همدیگه داشته باشن. آبراهای مشترک که کشورها متحدن که تو آبراها، چون آبراها در نهایت مشترک از بین دو تا کشور و تخلیه میشه در دریا، قانونهایی داشته باشن که آلاینده های زیادی وارد این نشه. مثلا میشه گفت مثل آبرا، مثل اروند داره مشترک است بین ایران، عراق و در انتها کویت و وارد خلیج فارس میشه که متاسفانه شد آلوده ترین نقاط همون باز هم همینجا هست که نه کشور عراق رعایت میکنه و نه متاسفانه نه ایران. خب مبادلات اطلاعات مسئولیت جبران خسارت که کشورها رو متحد کرده که در داخل خودشون نظام و قوانین داشته باشن که با افراد برخورد کنن، که متاسفانه در هیچ کدوم از کشورها در این در حوزه خلیج فارس که این پروتکل ها امضا کردن به اون شکل اجرا نمیشه و یا جرایم وجود نداره یا قانونی وجود نداره به اون شکل، یا اینقدر جرایم پایین هست قوانینی که مده چند ده سال قبله که شخص به راحتی میتونه خلاف کنه و جریمهش هم پرداخت کنه. و خب عمده ترین تخلف ها هم که این افراد انجام میدن ارگان های دولتی هستن یا افراد وابسته و یا از طریق رانت های خاص. خب اینها هم بخصوص در ایران دولت اولا کار قانون نمیتونه با این کاری انجام بده و هر روز آب و دریا رو آلوده تر میکنن. مقررات ملی و مقررات نهاییش در انتهاش، خب همون خدمتتون گفتم سال 71 این ایران اینو تایید کرده، شورای نگهبان به محیط زیست ابلاغ کرده جهت اجرا. در انتهاش سه زمینه داره. خب یک زمینه مش کاهش آلودگی از طریق منبع است که منابع را کنترل کنن، مالا بیشتر بحثی که دارن تقلیل یا تنظیم واردات حمل و نقل، ساخت یا تهیه برخی از مواد زیان آور، تغییر مواد خامه، تغییر فرآیند تولید، روش های مطلوب عملیات و اداره امور و حالا غیره. زمینه دوش ترویج تسویه مشترک با مرکب پسابه که خب متاسفانه خب قسمت اعظم به خصوص تو مناطق جنوبی ما قسمت اعظمی از فاضلاب های حالا شهری و صنعتی که خب خطراتش بیشتره بدون تسویه یا بدون تسویه درست وارد دریا میشه، که در این زمینه حالا بحثایی که داره بر اساس امکان تصفیه هاست، تصفیه بحثای ساخت داره سازگاری پساب و منابع مختلفه و بحثای پیش تصفیه هاست و این مسائله که این هم متاسفانه به اون شکل رعایت نمیشه. زمین مثلش خب رهنمودها مقررات و مجوز برای تخلیه فضولات خونم خودش از چند بخش تشکیل شده. و حالا در انتها این خب یک قانونی هست که بین 8 کشوری که در حوزه خلیج فارس هستند به امضا رسیده. بر اساس این خوبه خود ایران هم مثل قوانین داخلی داره در مورد محیط زیست، مثل ماده 45 و 50 قانون اساسی، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ایران مصوبه سال 53، اصلاحیه سال 71، قانون حفاظت از دریا و رودخانه مرزی از آلودگی مواد نفتی مصوبه 1354، قانون تشکیل شورای عالی اقیانوس شناسی مصوبه 70، قانون مناطق دریای جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوبه سال 72، قانون مجازات اسلامی و تعزیرات مصوبه سال 75 و اصلاحیه سال 76، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوبه 1363 و اصلاحیه آن در سال 1373 و کنوانسیون محیط زیست دریای خزر. چون ما به هر حال حالا درستون دریا چه هست، ولی خب اون هم به نوعی ما در اون داخل هست کشور ایران، حالا که اون هم جز قوانین داخلی هست و با 5 کشور که در کلا در اونجا با 5 کشور دیگه هستیم، اون هم 13 آبان 1382 هست که تصویب کردن. ولی متاسفانه خب با همه این قوانین باز هم آلودگی ها هر روز داره بیشتر میشه. خلاصه هم از منابع آلاینده دریا مستقر در خشکی هم خدمت عرض کنم، کلن کارشناس هم معتقدن که در جهان حدود 3/4 از آلودگی های دریاها از طریق منابع آلاینده در خشکیه و در حوزه خلیج فارس کارشناس هم معتقدن که 50%
آلودگی خلیج فارس و دریا عمان مربوط به فاضلاب و پساب و پسماند و محصولات مثل کود شیمیایی، حشره کشا، آب نیروگاه ها، آب حساب آب شیرین کن هاست و 50% مربوط به حالا استخراج نفت و گاز، حالا نفت کش ها و کشتی هاست، چون اینجا تو این حوزه ما نفت و نفت و گاز هم داریم. که یک کار و یک کارشناسان سازمان ملل تحقیقاتی چند سالی پیش انجام دادن در این زمینه که حالا در مورد کل بحث کل جهان هستش، ولی خب تقریبا شامل حال ما هم میشه. بحث روان آبها و تخلیه حاصل از خشکی دارن که میگن 44% آلودگیه، آلودگی از اتمسفر 33%، حمل و نقل دریایی 12% میبینن چون خیلی جاها ما کشتی های نفت کشا حرکت نکنن. تولید نفت و گازی که در نزدیکی دریا در خشکیه مثل پالایشگاه ها و پتروشیمی های ما 1% در نظر میگیرن. دفن و رهاسازی زباله را حدود 10% در نظر میگیرن که خب این به خاطر اینکه امکان داره فقط مثلا در این نزدیک 190 کشور شاید 10 کشور تخلف بکنن، حالا آلوده زباله های بخصوص هسته ای را بیان در دریا برای دفع بریزن، ولی چون در یک نقطه متمرکز میشه این عدد 10% هست در برابر، ولی در عمل و از نظر آلودگی حجم بسیار زیادی داره. خود این باعث حالا بجز مواد هسته ای که حالا در محفظ محافظ قرار میدن ولی امکان داره در آینده صدمه ببینه، فلزات سنگینی مثل سرب و جیوه هم وارد آب میکنن با دفن زباله که جیوه بسیار خطرناکه برای آب زیان، از اون طرف چون آب زیان انسان مصرف میکنه به تبع برای انسان هم خطرناکه. و کارشناسان محیط زیست ایران برای این عقیدن که حدود 30% فاضلاب ها و پساب های منطقه خلیج فارس بدون هیچ واسطه یعنی مستقیما از طریق حالا لوله تخلیه میشه داخل خلیج فارس، یعنی هیچ حالا تصفیه اولیه یا تصفیه کامل روش انجام نمیشه. در همین مورد خب کارشناس هم برای این عقیدن که در سال 1387 قانونی وضع شد که شهرهایی که بالای 5000 نفر جمعیت دارن هیئت دولت خودش تصدیق کرد که بیاد درشون تصفیه خونه بزنه، ولی متاسفانه خب با توجه به مسائل مالی تا حالا اجرا نشده. مثلا نمونش اهواز یا خیلی از شهرهای جنوبی که هنوز تصفیه خانه هاشون کامل نیست و اینها مستقیما فاضلاب‌های شهری و صنعتی تا وارد رودخانه ها مستقیما یا وارد دریا میکنن. توی این زمینه خب 70% طبق آمار خود مویزیست 70% فاضلاب تصفیه نشده وارد دریای خزر میشه از طرف حالا ایران، به طبع از کشورهای همسایه هم به همین شکل خواهد بود. و متاسفانه حالا دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس چون به دریای آزاد راه دارن شاید آلودگیشون رو کمتر ببینیم، ولی دریای خزر چون دریاچه هست و شیب این هم به سمت ایرانه، متاسفانه آلودگی هاش آلودگی های هر گونه آلودگی داشته باشه بیشتر متمایل به سمت ایران میشه. برای خود دریای خزر هم خدمتتون گفتم یک کنوانسیون حالا شوف قانونی بین کشورها نوشته شده، کشورهایی که بنوی از این بهره برداری میکنن روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و ایران. در سال 1382 یک کنوانسیون حفاظت موزیست دریای خزر که 37 ماده هم داره این هم به تصویب رسیده، ولی خب باز هم اینا همه کنوانسیون هستن که بحث اجرایی ندارن متاسفانه. در مجموع حدود 250 تا پیمان، پروتکل، کنوانسیون هست در جهان در مورد دریاها، ولی باز با همه این قوانین و کنوانسیون ها تا کنون نتونستن از آلودگی آبهای دریا جلوگیری کنن. خب در ایران هم که متاسفانه سازمان محیط زیست زیر نظر دولت کار میکنه، تمام سازمان ها و نهادهایی هم که با این وزارت خانه کار به نوعی ناقضان قانون محیط زیست هستن در ایران باز زیر نظر دولت کار میکنن، مثلا مثل وزارت نیرو که باید تصفیه خونه ها رو وزارت نیرو درست کنه، حقابه ها را مثلا وزارت نیرو باید بده و خیلی ارگان های دیگه هستن مثل وزارت نفت که متاسفانه خب این هم زیر نظر دولت هستن و وزارت سازمان محیط زیست هیچ مواقع در هیچ زمانی نمیتونه
هیچ کدوم از این ناقضان اصلی حقوق قانون محیط زیست محاکمه کنه و یا بازخواست بکنه. از اون طرف رئیس خود این سازمان توسط خود هیئت دولت انتخاب میشه و بیشتر به تبع مجری دستورات دولت تا حامی محیط زیست باشه. از اون طرف هم با توجه سوی مدیریت های جمهوری اسلامی ایران، عدم اولویت حفاظت از محیط زیست برای مسئولی، به نظر میرسه که تنها راه آگاهی رساندن و آموزش صحیح به مردم جهت رعایت حفاظت محیط زیسته، که البته این بخشی کوچیکی را میتونه جبران کنه، ولی خب در دراز مدت مردم آگاهی داشته باشند. همین مردم، همین فرض بچه های ما در حال یک روز این مسئولانی مملکت خواهند شد، اونجا شاید به درد بخوره و لاقل نمیگیم بهتر خواهد شد، ولی شاید بشه که آلودگی ها و وضعیت مدیستا در این حال نگه داشت، نه اینکه هر روز بدترش کرد. دستورم درد نکنه از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، اگر سوالی باشه در خدمت هستم. سپاس از شما جناب آقای خدابنده سامانی. بله، متاسفانه همجور که اشاره کردین، بحث پساب ها و فاضلاب ها یکی از عواملی هستن که بسیار تا بسیار تاثیر میذارن بر محیط زیست دریاها و آبهای زیرزمینی. همینطور من داشتم شما صحبت میکردیم، من یاد یک موضوعی افتادم. ما اصالتا اهل اهواز هستیم. من یادم کوچیک بودم در کنار رود کارون که میرفتیم، در نقاطی لوله های بسیار بزرگ بود که این فاضلاب های بیمارستان و فاضلاب های منازل در دو سه تا نقطه کارون بود، مستقیما وارد رودخونه کارون می‌شدن و بوی خیلی بدی، من از اون بچگی تو ذهنم مونده که بوی خیلی بدی اون منطقه و اطرافش می‌اومد. این گذشت، مثلا این قضیه مثلا مال 37-8 سال پیشه، هنوز که هنوز مثلا 3-4 سال پیش هم باز رفته بودم، نقاطی از کارون رو می‌دیدم که همچنان این فاضلاب‌های شهری و فاضلاب‌های بیمارستانی داره وارد میشه. برای شما اشاره کردیم در سخنرانیتون که شهرهای بالای 50,000 نفر رو موظف هست دولت که تصفیه خونه بزنه، ولی شما کلان شهر اهواز رو میبینیم با بالغ بر فکر میکنم 3 میلیون و 4 میلیون نفر جمعیت، هنوز که هنوزه در این اتفاق میفته، وای به حال بقیه شهرستانهای کوچکتر. اگر دوستان سوالی یا نکته ای دارن بشنویم ازشون، اگر نه که موضوع بعدی سخنرانی رو در واقع پی بگیریم. بسیار عالی. در خصوص سد گتوند یا به عبارت دیگر فاجعه سد گتوند میخواییم صحبت بکنیم. میخواییم درخواست بکنیم از آقای قندیل دادخواه اگر آمادگی دارن در خدمتشون باشیم. من یک پیش زمینه ای بدم از سد گتوند قبل از اینکه آقای دادخواه بدن، برای اینکه اکثرا همه میشناسن سد گتوند رو، کسی نیست که در ایران حداقل نشناسه. استان خوزستان است و در 25 کیلومتری شهر کوشتر، 10 کیلومتری سد گتوند قندیل دادخواه اگر بعد از درود خدمت شما، همچنین خدمت دوستان عزیز. سد گتوند پروژه ملی یا فاضلاب ملی توی ایران، همه سد گتوند رو با نام محمود احمدی نژاد میشناسن و وقوع فاضلاب آن با دولت دهم براشم تداعی می شود. اما بررسی تاریخی نشان میده موضوع احداث سد گتوند بسیار قدیمی تر از این حرف است. ارائه تر اولیه گتوند در دوره پهلوی اواخر دهه 40 جلگه خوزستان درگیر سیل بود و ویرانی با موج‌های سنگین سیل در خوزستان آغاز شده بود. بهمن ماه سال 1347 رودخانه کرخه طغیان کرد و 18 کشته به جا گذاشت. همزمان با طغیان آب در خوزستان، برنامه های توسعه پهلوی دوم نیز در جریان بود و در ادامه همین برنامه های عمرانی به سراغ شرکت های مشاور امریکایی رفت تا علاجی برای بالا آمدن آب رودخانه های خوزستان پیدا کنند.
طرفداران سازه‌های بزرگ مدعی بودند که با ساخت سدهای روی رودهای بزرگ توسعه شهرسازی، کشاورزی و صنعت امکان‌پذیر خواهد شد و جلوی طغیان آب هم گرفته میشه. آمریکا در آن زمان تجربه سدسازی زیادی داشت، اما این پروژه‌ها با تبعات بسیار و ویرانی محیط زیست همراه بود. بعدتر کمیسیون مستقل جهانی کمیسیون آنداماس به این نتیجه رسید که صدها موزه به جابجایی اجباری 40 تا 80 میلیون نفر شدند. دامنه ویرانی ها تازه ادامه پیدا کرد که آمریکا تصمیم به تخریب صدها گرفت و از دهه 90 حدود 1300 صد تعطیل شد. این برنامه در کشورهای دیگری مانند ژاپن هم اجرا شد. اما زمانی که جهان مشغول به تخریب سدها بود، پروژه های سدسازی در ایران یک به یک پشت سر هم کلید می‌خورد. از سد کارون در قبل از انقلاب و تر اولیه سد گودفند در قبل از انقلاب آغاز شد و با بهره برداری سد گودفند و ده ها سد دیگر در بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد. در دهه 40 گروهی از مهندسان آمریکایی شرکت هارزا به ایران آمده و همراه شرکت ایرانی فرمانروایان آن موقع امکان سنجی ساخت سد را در ماده حوزه کارون آغاز کردند و همین همکاری به ساخت سد رضاشاه کبیر و کارون امروز منتهی شد. هنگام مطالعه مسیر رود کارون در گذر از زاگرس به جوگه خوزستان هم بود که مهندسان هارزا به یک توده نمکی بزرگ که متعلق به سازند گتساران بود برخوردند. این اولین نقطه ایست که فازه سد گودفند را رقم زد. تر اولیه سد گودفند چطور به اجرا رسید؟ پیشنهاد هارزا آمریکا روی میز بود تا اینکه اواسط دهه 70 میلادی شرکت کانادایی موننکو که همکاران ایرانی داشت پیشنهاد زانمایی متفاوتی نسبت به پیشنهاد هارزای آمریکا ارائه و توصیه کرد محل ساخت سد بعد از توده شناسایی شده نمک در نظر گرفته شود. اما هر دو این پیشنهادها، سه پیشنهاد هارزا و سه موننکو، یک وجه مشترک داشت و آن همین بود که سد گودفند نباید روی توده نمکی احداث شود. در نهایت احداث سد گودفند در حد مطالعه باقی ماند و به مرحله عمل نرسید. با وقوع انقلاب و در یک دهه اول جمهوری اسلامی سرعت سدسازی کاهش یافت تا اینکه با آغاز دوران سازندگی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و فرمان شاغل کردن بخشی از نیروهای سپاه در پروژه های عمرانی توسط رئیس جمهور وقت، پرونده احداث سد گودفند از بایگانی خارج شد و دوباره به روی میز بازگشت. اما این بار مطالعه امکان ساخت سد به شرکت های مشانیر و لامایر تیم واگذار شد. مطالعه‌ای که در آن به قول بنی هاشمی رئیس مؤسسه آموزش عالی آب دانشگاه تهران به مسئله وجود سازنده‌های نمک بی‌توجهی شد. پیشنهادهای طرح اولیه برای زانمایی سد گودفند احداث آن قبل یا بعد از توده نمکی بود. اما ناگهان از اساس توده نمکی از معادلات حذف شد. به گفته عبداللهی مدیر کل وقت آب و فاضلاب خوزستان در آن سالها مدیران شرکت مدیریت منابع آب و نیروی ایران بر این باور بودند که آمریکایی‌ها چون می‌خواستند مخزن سد کوچک باشد، این اختلاف مکانی را مطرح کردند. بالاخره سد گودفند در سال 68 زانمایی شد و کلنگ آن در سال 73 به دست هاشمی رفسنجانی بر زمین زده شد، دقیقاً روی گنبدهای نمکی گتساران. ادامه محرمانه پروژه سد گودفند در دولت خاتمی، بزرگ کردن پروژه سد گودفند با گذراندن مرحله شناخت و زانمایی ادامه داشت تا سال 76 که وارد مرحله بعد شد. در اردیبهشت این سال، یعنی در ماهای پایانی دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، عملیات انحراف آب با حفر تونل‌های انحراف آغاز شد و شروع عملیات اجرایی آن را بیژن زنگنه وزیر نیرو و هادی منافی به عنوان رئیس سازمان محیط زیست بر عهده داشتند. سال 83 و در دولت خاتمی عملیات خاکریزی بدن آغاز و تا اجرای کامل طرح حدوداً 82 میلیون متر مکعب خاکریزی انجام شد. در زمان ساخت قسمت اصلی سد، یعنی تونل ها و گالری های سد، حبیب الله بی‌طرف
وزیر نیرو و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بودند. حضور بی‌طرف در وزارت نیرو به سد سازان نیز قدرت بیشتری داده بود. پیشرفت در پروژه سد گتفن ادامه داشت و همزمان نگرانی ها از عوارض و عواقب آن نیز بیشتر می شد. اما ساخت سد گتفن و بحث‌های مربوط به آن به یک موضوع محرمانه تبدیل شده و امکان راه یافتن انتقادات به رسانه‌ها با محدودیت مواجه بود. آن هم در دولت خاتمی که معروف بود به دوره آزادی مطبوعات. برخی از خبرنگاران که هم که از گوشه و کنار سیزهای شنیدی بودند با این هشدار مواجه شدند که پرانده سد گتفن محرمانه است. فاطمه کریمزاده گزارشگر روزنامه ایران در گزارشی تحت عنوان به دلیل پابرجا ماندن مشکل گنبدهای نمکی آبگیری سد گتفن به سال آینده موکول شد در بهمن 1402 نوشت برای به دست آوردن اطلاعات درباره سد گتفن به سراغ کارشناسان سازمان محیط زیست استان می‌رویم، اما با این پاسخ مواجه می‌شویم که به دنبال این مسئله نباشید. پروژه سد گتفن محرمانه است و دلیلی وجود ندارد که اقدامات و مسائل مربوط به آن در اختیار جرایت قرار گیرد. اما در میان بومیان خوزستان اعتراض به آنچه بر سر زیست بومشان می‌رود در جریان بود. گرچه گستره این اعتراضات بیشتر از سد گتفن بود و شامل اعتراض به پروژه های مختلفی می شد که شوری آب را دنبال دارند. نماینده وقتی آن زمان نماینده خوزستان در مصاحبه‌ای گفته تابستان سال 1379 که گفته اون موقع من تازه نماینده مردم آبادان شده بودم که به دلیل شور شدن شبکه آب شهری مردم به خیابان‌ها ریختن مردم، در آن اعتراض 3 نفر کشته شدند و اولین خونها برای مشکلات محیط زیست در ایران به زمین ریخته شد. در نهایت با وجود تمامی انتقادات و اعتراضات، همراهی و همکاری دولت‌ها با یکدیگر و قرارگاه خاتم توان و زور بیشتری داشت. سد گتفن در دهه 90 آبگیری شد و اولین تصویر از فاجعه رونمایی شد. به 41 روستا گفته شد بر اساس قوانین باید برای انجام این پروژه ملی با شرکت آب و نیرو به عنوان سازنده سد گتفن در خوزستان همکاری کنند و از محل زندگی خود خارج شوند تا آب سد خانه آنها را پر کند. زمین‌های روستاییان با ارزان‌ترین قیمت ممکن به تصاحب درآمد و بسیاری از این روستاییان به اجبار به حاشیه شهرهای دسفول و شوشتر و اصفهان مهاجرت کردند. برخی نیز ساکن حلبی آبادهای اطراف اهواز شدند. آنها هم که ماندن هر روز فقیرتر از دیروز شدند و مرگ بیخ گوش دامهایشان نشست. تغییر بافت جمعیتی و سیاست کوچ اجباری به خصوص در روستاهای عرب نشین که سالهای پیش بومیان آن سرزمین با احداث سد گتفن پیش بینی میکردند اتفاق افتاد. افتتاح سد گتفن توسط احمدی نژاد و دیواری که فرو ریخت. فاجعه سد گتفن به آوارگی ساکنان آن منطقه محدود نبود. مردم سایر نواحی خوزستان نگران این بودند که سد گتفن باعث شوری آب شود چون روی توده نمک احداث شده. اما معاون اجرایی سد اعلام کرد که اصلا کارون به خودی خود هم شور است. وزارت نیرو هم در توضیح ساخت گتفن از ابتکار عمل مهندسان ایرانی خبر داد که پتوی روسی ترکیب دادند که به واسطه آن نمک با آب دریاچه سد تماسی نداشته باشد. در 6 مرداد سال 1391 سد گتفن توسط محمود احمدی نژاد افتتاح و اولین آبگیری آن انجام شد. مجید نامجو وزیر نیروی وقت در بازدید از سد گفته بود تمام مسائل مربوط به آبگیری با تدبیر مهندسان ایرانی حل و فصل شده است. اما فقط 3 روز بعد از آبگیری پتوی روسی که قرار بود حائلی بین دریاچه با نمک باشد فرو ریخت. هزینه ساخت پتوی روسی نزدیک به 600 میلیارد تومان آن موقع بود که اما این پتوی روسی تنها 3 روز مقاومت کرد. بعدن هم اعلام شد هزینه تخریب سد گتفن 9000 میلیارد تومان است، یعنی 3 برابر هزینه ساخت آن، و بنابراین نمی صرفد که این سد را تعطیل کنیم. سد گتفن تعطیل نشد و آبگیری آن هم فقط به شوری آب کارون و آوارگی ساکنان آن ختم نشد. علاوه بر شوری آب، مشکل دیگری نیز سر باز کرد. نشست چاه‌های نفت،
5 سانی نفت در مخزن سد گتفند وجود داشت که پیش از آبگیری پلمپ یا جابجا شده بودند، اما به دلیل فشارهای ناشی از آبگیری حاشیه دریاچه سد آلوده به مواد نفتی شد. مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب ایران گرسن نشی را تایید کرد، اما گفت نش فوق‌العاده جزئی است و مشکل خاصی وجود ندارد. در 17 دی ماه همان سال مدیر عامل شرکت بهره‌برداری نفت مسجد سلیمان اعلام کرد نش نفت به درون دریاچه سد گتفند مهار شده است. گنبدهای نمکی سد گتفند که به خاطر شوری آب ایجاد شده است، لاپوشانی ماجرا به جای حل مشکل سد گتفند. در ادامه همین مشکلات بود که مقرر شد دانشگاه شهید سمران اهواز ترک برای مشکل سد گتفند پیدا کند. نتایج مطالعات این دانشگاه عملا رأی به برچیدن سد داد و این توصیه مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت زراعت کشاورزی هم قرار گرفت. نتایج این مطالعات در آستانه انتشار عمومی بود که ناگهان وزارت نیرو اعلام کرد که مطالعات علاز بخشی سد از دانشگاه سمران گرفته شده و به دانشگاه تهران سپرده شده است. این تصمیم شگفتی کارشناسان مرتبط را به دنبال داشت و خلع ید از دانشگاهی که سالها در زمینه مدیریت محیطی جلگه خوزستان و هیدرولوژی آن فعالیت کرده و تمام مستندات و منابع مطالعاتی مرتبط با این پروژه را هم در اختیار دارد شبهناک بود. بهنام کرمی متخصص و فعال محیط زیست همان زمان خواستار واگذاری اجرای طرح علازبخشی سد گتفند به یک نهاد بیطرف شد. او معتقد بود طرح علازبخشی توسط وزارت نیرو اجرا می شود، در حالی که این وزارتخانه مجری سد و جزء ذی‌نفعان است. فعالان موتیزیس معتقد بودند بهترین راهکار حذف سد و تبدیل آن به یک موضع عبرت و مرکز گردشگری و یا علمی آموزشی است. از آن سو تجمعات اعتراضی از سوی بومیان منطقه نیز برگزار می شد. ساکنان آن سرزمین همگی نسبت به خطرات موتیزیستی سد گتفند نگران بودند و مرگ حیات زیست بوم آن منطقه را با وجود سد گتفند در کنار دیگر سیاست‌های ضد محیط زیستی پیش بینی می‌کردند. اما به گفته فعالان محیط زیست سد گتفند با انگیزه های تجاری و مهندسی ساخته شده بود و مسائل زیست محیطی آخرین گزینه‌ای بود که دولت‌ها در معادلات خود در احداث و پیشرفت سد گتفند لحاظ می‌کردند. سدی که با اراده دولت‌های مختلف و مشارکت وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، مهاب قدس و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ساخته شد، زخم باز کرده و به دولت حسن روحانی رسید. اما در این دولت هم رسانه‌های رسمی در کنار دولت مقصر اصلی را دولت احمدی نژاد خواندند و البته دولت روحانی هم با فرافکنی از خود سر به مسئولیت کرد، در حالی که ساخت این محصول چند دهه ناکارآمدی مدیریتی در ایران است. رسانه‌های وابسته به نهادهای نظامی نیز تا حد ممکن در موقعیت‌های مجریان و پیمانکاران سد گتفند را تبرئه کردند. وقتی عبادالله عبداللهی فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا به خاطر نقش این مجموعه در ساخت سد گتفند به عنوان یک تجربه ناموفق زیر سوال رفت، تأکید کرد که تجربه ناموفق به ما بر نمی‌گردد، ضمن اینکه ما مسئولیت اجرا را به عهده داریم. اگر در سد گتفند به گنبد نمکی برخوردیم، این قضیه به طراحی مشاور برمی‌گردد. شرکت مهاب قدس به عنوان مشاور نیز در سالهای اخیر به توزیع کار خود پرداخت و ساخت سد را برای مهار سیلاب‌های بزرگ خوزستان واجب دانسته است. از سوی دیگر مطالعات دانشگاه تهران در دولت حسن روحانی و در سال 94 برای علازبخشی سد گتفند انجام شد و این دانشگاه تایید کرد که سد گتفند باعث شوری 25% کارون شده، اما پیشنهاد آنها چیزی نبود که پیشتر دانشگاه شهید سمران در مطالعاتش ارائه کرده بودند. مطالعات دانشگاه تهران در زمان دولت روحانی اعلام کرد دو راهکار مدیریت مخزن و انتقال آب شور برای نجات زیست بوم حوالی سد گتفند بهترین گزینه است. در مراحل پایانی مطالعات اما یک گزینه را پس گرفتند و آن و این ایده مطرح شد که گزینه برتر همان مدیریت مخزن است. اما دولت دوازدهم حتی در اجرایی کردن همین راهکار هم با انفعال پیش رفت. تاریخ چند دهه‌ای سد گتفند خط به خط سیاه، مرگ روزشمار گاومیشا و ماهیان
درد و آوارگی مردم و در مقابل تأمین منافع اقتصادی برای دولت‌ها و نهادهاست. حالا با فریاد بلند اعتراض مردم منطقه تصویر این فاجعه آشکار شده، اما همان سیاست‌هایی که به محیط زیست آسیب زده اند همچنان در خدمت ساخت پروژه‌های بزرگ به نام توسعه هستند. دیروز با سدسازی‌ها و امروز با طرح‌های بزرگ انتقال آب. بسیار متشکرم که به صحبت‌های بنده گوش دادید. من مایک رها می‌کنم و همچنان در خدمت شما هستم. همین الان هم یه ذره دیر شده. راجع به سد شمشیر هم همین اتفاق داره میفته در استان فارس. اون هم یک فاجعه دیگه داره رقم میخوره. ما برای اینکه یه ذره مختصات بزرگی این سد دستمون بیاد، خب من اشاره بکنم این سد 4,500,000,000 متر مکعب در واقع مخزن این سد هست، میتونه آب ذخیره بکنه. دومین در واقع دریاچه مصنوعی ایران هست، یعنی بعد از اون دریاچه سد کرخه، دریاچه سد گوسفند دومین دریاچه مصنوعی ایران هست. ببینید چه حجمی از آب پشت این دریاچه هست. 182 متر طول تاج سد هست که یک همچین پروژه‌ای رو در واقع ساختن. حالا اشاره کردن آقای دادخواه که با چه اعداد ارقامی در اون زمان ساخته شد و طبق معمول بعد که به مسائل شوری این سد برخوردن، تمام ارگان‌ها همونجوری که آقای دادخواه اشاره کردن اثر خودشون باز کردن. هم گفت تقصیر من نبود، از قرارگاه خاتم گفت که ما فقط وظیفه ساختش رو داشتیم، شرکت مهاب مسئوله. مهاب هم در واقع عنوان کردن که باید این کار میشد به خاطر اینکه ما جلوی سیلاب های خوزستان رو گرفتیم، در صورتی که این هم یک توجیهی بیش نیست. به خاطر اینکه انقدر روی رودخونه کارون سد اضافه شده که اول صحبت من عرض کردم سد گوسفند آخرین سدی بود که میتونستن روی رودخونه کارون بزنن و تعداد این سدها انقدر زیاد بود که میخواست جلوی سیلاب ها رو بگیره. اگر از دوستان نکته یا سوالی یا بحثی هست در خصوص تکمیل این جریان، خوشحال میشیم که بشنویم. اگر نه که بریم سراغ مبحث بعدیمون. بسیار عالی. موضوع بحث آزاد رو میخوایم شروع بکنیم. من پیش زمینه ای بدم که از سال 2013 21 مارس یا 1 فروردین رو در واقع به عنوان روز جهانی جنگل ها وارد تقویم کردم تا نقش غیر قابل انکار جنگل ها رو در پایداری زمین و شادابی حیات انسان ها و جانوران و گیاهان بیشتر مشخص بشه. به دلیل نزدیک شدن به این تاریخ، موضوع بحث آزاد رو همین موضوع قرار دادیم که حفاظت از جنگل‌ها و فضای سبز. اگر دوستان تمایل به مشارکت دارن در این بحث، میتونن اعلام بکنن تا این بحث رو شروع بکنیم با هم دیگه. هر کس از دوستان اگر نظری داره در خصوص جنگل‌ها، و بیشتر من دوست دارم تو این بحث اشاره و مقایسه ای بکنیم، اگر دوستان اطلاعاتی دارن، بین آنچه که در ایران میگذرد برای حفاظت از جنگل ها و فضای سبز و آنچه در کشورهای دیگر در واقع داره میگذره، ما چه میکنیم و سایرین چه میکنند و تا الان چقدر آسیب دیده جنگل ها و فضای سبز ما. آقای اسخر خدابنده دستشون بالا هست، بفرمایید آقای خدابنده. سلام مجدد خدمت دوستان. ببینید ما که در این چند سال جنگل هامونو که هر روز نابودتر می کنیم، یک عده برای
چوبش، زغالش یه ساده ترین چیز برای انرژیش، حرارتش در خیلی از مناطق روستایی. یک عده هم جنگل هم نابود میکنن برای جاده و ساخت و ساز حالا ویلا، و قسمتی هم از جنگل ها برای پروژه های خب عمرانی بزرگ که شاید هیچ گونه توجیهی نداشته باشه متاسفانه انجام میشه. در زمینه فضای سبزمون هم که در این قبلا که خب بحث شاید خیلی از شهرها مشکلات آبی نداشتن، روی فضای سبزهای ما مدیریت نشده متاسفانه. مثلا شهری براتون مثلا زمین اصفهان چندین برابر استاندارد جهانی اومده فضای سبز ایجاد کرده، الان نمیتونه آب فضای سبز تامین کنه. خب فضای سبزی که سالانه زحمت، یعنی زحمت کشیدن براش، درختی که به عمل اومده یا چمنی که کاشته شده با هزینه های زیاد، الان مجبورن خب یا هزینه خیلی بالایی کنن براش یا اینکه ولش کنن که بخشکه. متاسفانه در هر دو زمینه سوء مدیریت ها همچنان ادامه داره. و همینطور تنها جایی که محیط زیست رو دارن حفاظت میکنن شخصا من باش برخوردم توی ایران جزیره کیش هستش. سازمان محیط زیست توی جزیره کیش خیلی قاطع عمل کرده تا به امروز، حالا خیلی چیز عجیبی هم هستش. یک موردش یک جزیره مصنوعی سپاه خواست توی دریا درست کنه، جلوشا گرفت با اینکه قرارداد بسته شده بود، نذاشتن درست کنه. قسمتی از ساحل ها کلن در اختیار گرفته که مخصوص مال تخم‌ریزی لاک‌پشت هستن. و بحث های درختان خب که نادر هستن به هیچ عناوینی اجازه جا به جایی حتی درخت ها را نمیده. پروژه هایی هستن پروژه را تعطیل میکنن ولی اجازه نمیدن که حتی درخت جا به جا بشه. درخت هایی که حالا هست، حتی پروژه های مسکونی هم همینطور، میگه که باید طوری طرح بریزه شهرسازی که این درخت بیفته داخل فضای سبز زمین یا توی خیابون. شاید یک بلواری کشیده شده میبینید یک جایی رو کجش کردن و درخت رو جا به جا نکردن، که این یک مورد استثناست در ایران که اگر حالا یک شخص بشینه مقایسه کنه، خب فضای سبز جزیره کیش هم 10 برابر استاندارد جهانی هست، ولی یک شخصی بشینه این دو تا رو مقایسه کنه اصلا خارج از کشورم زیاد کاری نداشته باشیم، داخل ایران اینجا کاملا رعایت شده، کامل همه چیز طبیعی مونده، در بقیه نقاط ایران نه. خیلی ممنون. بله دقیقاً موضوعی که اشاره کردیم بحث مدیریت است. پس اگر بخوان در واقع یک موضوع رو مدیریت بکنن قطعاً انجام شدنی است. آقای برومند بفرمایید، دستتون بالا هست. با سلام و ادب خدمت همه همکاران عزیز، عرضم به حضور شما که ببینید یه موضوعی که توی بحث جنگل ها هستش، چون که مثلا ما در جنگل هیرکانی که توی این چند سال اخیر واقعا نابود شده، عملا 40% ازش بیشتر باقی نمونده، موضوع ساخت و سازها هستش که مخصوصا که الان که قیمت زمین هم گرم شده، اینا میان یه آتش سوزی های ساختگی ایجاد میکنن. افرادی که حالا میخوان سودجوانی که اونجا تو مناطق هستن، اکثرا هم خود اهالی محل ها هستن که اهالی همون ساکنین اونجا هستن که این کار رو انجام میدن، یه آتش سوزی ایجاد میکنن، درخت ها میسوزه و بعد از اون زمینه استفاده میکنن برای ساخت و ساز. یکی از موضوعاتی که ما تو جنگل ها داریم این آتش هایی هستش و آتش سوزی هایی هست که گاهن هم عمدی هستش. یه موضوعی هم که شما راجع به مقایسه با کشورهای دیگه فهم بودید، خب درخت ها شناسنامه دارن تو همه جای دنیا، یعنی هر درختی شناسنامه مخصوص به خودش داره و اینا مخصوصا تو جاهایی که مثل مناطق شهری. ما متاسفانه تو ایران چنین چیزی نداریم و اصلا تنها جایی که میتونن ایراد بگیرن و تنها جایی که ما میبینیم از این قضیه دارن استفاده میکنن اینه که شما وقتی یه خونه یه چیزی میخوای بسازی، اگه که بخوای درختی رو قطع کنی، میگن اینقدر باید اون پول اون درخت رو بدی یا اینقدر باید این قضیه رو به قول معروف جریمه‌ش رو پرداخت بکنی. ولی در از اونور میبینیم که خود دوستان ما، همکاران توی ما، دوستانمون تو سپاه و برادران عزیز، درخت‌ها رو خودشون از قصد در جنگل ها قطع میکنن و پروژه های صنعتی و پروژه های راهسازی خودشون رو انجام میدن. ولی خب همه جای دنیا متاسفانه معمولی که ما تو ایران داریم و هیچ جای دنیا نیست، پس جای دیگه دنیا همه درخت ها شناسنامه دارن و برای هر درختی شناسنامه مخصوصی هست و هویت مخصوص به خودش رو داریم. ممنونم. دقیقا همجور که فرمودین، شناسایی
اون بافت و اون پوشش منطقه بسیار تا بسیار در واقع به نظر من جزء اولی و ابتدایی ترین موضوعی است که باید بازار موتیز به این اشاره بکنه که اصلا توی این منطقه ما چه درختهایی داریم و چند تا داریم و چه پوششی هست. حالا باز بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. فکر میکنم خانم کیا دستشون بالا هست اگر که ما رو دوستان براش باز بکنن. من سلام عرض میکنم خدمت دوستان. عرض کنم خدمتتون که میدونی که منابع طبیعی هر جامعه ثروت اون جامعه است. برای همین جنگل و مرتع هم میشه به عنوان یکی از منابع ثروت ملی حساب کرد و قطعا همینه و اهمیت داره. اما متاسفانه در کشور ایران انقدر سوء مدیریت و برنامه ریزی هستش که تمام جنگل ها دارن نابود میشن. مشارکت های مردمی هم که اصلا نیست، در صورتی که ما میدونیم جنگل ها و مراتع هم باعث جذب گردشگری میشه، هم از فرسایش خاک جلوگیری میکنه، از آلودگی هوا، آلودگی صوتی، همه چی داره واقعا جلوگیری میکنه و فضای سبز و چشمانداز و مناظر طبیعی واقعا از نظر روحی به انسان یک جلای خاصی میده. ولی متاسفانه ما میبینیم الان چند سال هستش به خاطر فقری که توی ایران به وجود اومده، درخت نخل رو صاحب نخل از ریشه میکنه و میفروشه به خاطر احتیاج. درخت ها رو مرتب دارن عمدن آتیش میزنن و این باعث میشه مثلا ما جنگل بلوط داشتیم، جنگل بلوط آتیش زدن چند جای مختلف کشور، آتیش زدن از بین بردن و این باعث میشه حالا به غیر از جنگل بلوط جنگل های دیگر رو که عمدن آتیش زدن باعث شد که زیستگاه حیوانا از بین بره، نابود بشه و حیوانا یواش یواش وارد روستاهای اطراف میشن و هم برای خودشون خطر ایجاد میشه، هم برای افراد و مردمی که توی روستا زندگی میکنن باعث ایجاد خطر شده. کلن خیلی اتفاقای بدی داره میفته به خاطر اینکه جنگل رو دارن نابود میکنن توی کشور. من مایکو رحم. بسیار از توضیحات شما سپاسگزارم. بله متاسفانه اونجوری که فرمودین داریم میریم به سمت این که ما احتمالا در چند سال آینده شاید جنگلی نخواهیم داشت توی ایران متاسفانه. آیه ساسانه مظاهری فکر میکنم دستشون بالا هست اگر دوستان ما رو در اختیارشون بذارن. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه دوستان. حالا با توجه به که همه دوستان اشاره کردن به این قضیه که محیط زیست توی ایران خیلی آسیب داره میبینه، من بعد خدمت شما عرض کنم که حالا محیط زیست تنها حالا قضیه فقط بحث جنگل ها و اینجور چیزا نیست. ما الان توی حتی شهرستان های خودمون خیلی از کوه ها هم داریم که این کوه ها هم دارن آسیب میبینن. یعنی شما اگر وارد حالا فضای شهری یا حالا فضای روستایی بشین میبینین که از منابع خاکی حتی از کوه ها هم اینا دارن میتراشن و از این منابع هم استفاده میکنن و حتی این خاک ها حتی این معادنی که توی کوه ها وجود داره به صورت خیلی غیر قانونی مورد استفاده افراد سودجو میشه و از این منابع هم دارن به شکل خیلی ناصحیح استفاده میکنن. متاسفانه هیچ مدیریتی روی این قضیه نیست که توی حالا مملکت ما حفاظتی از چیزی انجام بشه. فقط هر کسی که رأس کاری قرار میگیره دنبال این هست که از یک منابعی از منافع خودش رو تأمین کنه و حالا اون سود خودش رو ببره. و حالا همینجوری که دوستان اشاره کردن ما الان توی شهرهای کوچیک مخصوصا هجوم حیوانات مختلف مخصوصا سگهای حالا ولگرد توی شهرها میبینیم که اینا خودشون باعث خیلی مشکلات عدیده ای میشن، ولی خب هیچ مدیریتی نیست که اینا مثلا جمع آوری بشن حالا به طبیعت خودشون بازگردونده بشن و اصلا مدیریت بشن و این خودش خود به خود به حالا اون فضای سبز به جنگل ها به مراتب و به همه چیز آسیب میزنه و این در نهایت برمیگرده به اون نبود اصول مدیریتی تو تمام
حالا شاخص های کشور تو تمام مراحل تو هر ارگانی که شما ببینید ما مدیریت نداریم و این سوء مدیریت باعث آسیب به همه جا میشه. ببخشید من وقتتون رو گرفتم، خواهش میکنم. سپاس از شما. بله دقیقا درست میفرمایید، ما متاسفانه در تمام اکثر جلساتی که ما صحبت میکنیم در خصوص بحث آزاد و مسائل مدیریتی متاسفانه میرسیم تهش برمیگه مسائل مدیریت یا عدم مدیریت یا عدم شناخت از موضوع توسط مدیران و مسائل این چنینی. آقای جعفری دستشون بالا هست، بفرمایید جناب جعفری. سلام خدمت همه همکاران عزیز. بحث محیط زیست هست و جنگل و اینا که حالا بحث خیلی مهمی هست. متاسفانه همونجوری که آقای قزلباش هم گفتن، هرچی که دور بزنیم باز برمیگردیم رو اصطلاح بحث ضعف مدیریت. دولت آقای رئیسی جدیدن آقای طرحی دارن مبنی بر این که 1 میلیارد به اصطلاح نهال بکارن تو 4 سال که هر سالی میشه تقریبا 250 میلیون و طبق آمارایی که حالا وجود داره تولید اصل نهالا تو ایران تقریبا 18 میلیونه و این که اینا چجوری 18 میلیون میخوان به اصطلاح توسعش بدن و 250 میلیون سالان اصل نهال بکارن، این یه چیز خب خیلی عجیبیه. این هم دقیقا مثل همون بحث ساخت مسکنشون که قرار بر این بود که 1 میلیون مسکن به اصطلاح ساخته باشه و اینا که خودش به اصطلاح بحث خیلی بزرگی است. اینا یه متاسفانه برنامه‌ای که دارن اینه که یه دروغ بزرگ و میان به اصطلاح میگن بعد رسانه ایش هم میکنن. البته این بحث کاشت نهال به نظر من چون اینا دیگه از همه جوانب دارن استفاده میکنن که این بحث انقلاب رو در واقع کم رنگش میکنن و حواسا پرت بشه به اون سمت ها، جوری که حالا امروز هم تو خطبه های نماز جمعه مولوی عبدالحمید دقیقا به این نقطه اشاره کردن که حساب بزرگترین مشکل امروزه ما بحث مدیریت ضعیفه. حالا اینا کلن میان میشینن بعد یه بودجه در براش در نظر میگیرن، بودجه رو هم تقسیمش میکنن، معمولا بین به اصطلاح اون رده های بالا خصوصا سرداران سپاه و اینا هر که به حال سهم خودش میگیره، بعد آخرش هم مثل همین قضیهی که به اصطلاح گفته شد کی بود کی بود من نبودم، مثل همین بحث صد و گتبند که حالا سپاه میندازش گردن نمیدونم این میگن مقصر این بوده، بعد دولت احمدی نژاد فلان کرده، بعد آخرش آقای روحانی میندازه گردن این میندازه گردن اون و آخر سر هم اصلا کلن محو میشه داستان و قضیه. بحث مقایسش هم با به اصطلاح خارج کشور، دقیقا ایلان ماسک یکی از پروژه هایی که داشت که تو همین آلمان به اصطلاح ساخت چیز داشت، یک کارخونه ای داشت، به خاطر این که مشکل به اصطلاح زیست محیطی ایجاد می کرد و اینا دو بار اقدام به این کار کرد ولی باهاش موافقت نکردن، یعنی محیط زیست آلمان باش موافقت نکرد که اون گرچه که یه بحث خیلی بزرگی بود و یه اشتغالزایی خیلی بزرگی ایجاد میکرد تو آلمان ولی با خاطر اون بحث زیست محیطیش باش مخالفت کردن. ولی اگر این فضایا تو کشور ما باشه فقط بدون هیچ مطالعه‌ای و بدون هیچ به اصطلاح چیزی پوراً پذیرفته میشه و آخرش هم باز به اون مشکلاتی که گفته میشه میخوره و بعد آخرش هم به اصطلاح باز یه جوری به هر حال این میداز گردن و اون و این میداز گردن این یک. ممنونم از این که ما که در اختیار من دارم. دقیقا درست فهمیدین جان جعفری.
من شما در این بحث کاش یک میلیارد نهار رو در پایان جلسه بشه اشاره بکنم، شما فرمودین دوست دارم بیشتر به این پرداخته بشه، چون موضوعی است که قبلا در زمان آقای احمدی نژاد هم یک مرتبه این کار رو کردن، خودشون میدونن، خود دولت مردان، خود افرادی که دستن در کار هستن میدانن که این اعداد و ارقام شدنی نیست و زیرساختش رو ندارن، اصلا زیرساختش هم دارن، همه چیش هم دارن. بحث تأمین آب این یک میلیارد نهال شدنی نیست، خودشون هم میدونن، به صرف این که بودجه الان تخصیص مجدد پیدا بکنه و این بودجه بخواد دوباره بین خودی ها تخصیص چه چیز دیگه ای نیست. بگی دستشون بالا هست در خدمت شما. بگی با سپاس از شما. بله ممنونم، خسته نباشید، همتون مبحث خیلی خوبیه. یه چیزی رو که من می‌خواستم بگم در اینجا، خود مردم هم خیلی تاثیرگذارن تو حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و این خودش تاثیرگذاره. یه بخشی هم که خیلی مهم هست به نظر من بخش آموزشه. اون آموزشم حالا چجوری به دست میاد باز دوباره مرتبط میشه به اون قضیه سوء مدیریت. و وقتی که اصلا مدیریت نباشه از پای من همچنین به نیست. اگر نباشه مثلا از کجا باید بچه ها از ابتدا در محیط آموزش که قرار میگیرن یاد بگیرن که مثلا محیط زیستشون و جنگل و اصلا نباید آلوده کنن یا کثیف کنن یا به حیوانا بخوان احترام بذارن. اینجا که شما گفتید که مقایسه کنیم، خب الان میبینیم یه مقایسه ما مثلا بخوایم یعنی یه سرچ کوچیک بکنیم میبینیم که مردم هنوز انقدر سطح آگاهیشون بالا نیومده، آموزش ندیدن که اگر یه خرسی رو تو جنگل یا مراتع پیدا میکنن نیفتن به جونش کتکش بزنن و تازه عکسام باهاش میگیرن و میذارن و رسانه‌ایش میکنن، ولی تو کشورهای خارجی اینو حداقل آموزش دادن که باید به حق و حقوق حیوانها، مراتع، جنگلها همه احترام بذارید. و دوباره این هم یعنی مبحثش خیلی به نظر من زیاده، این بحث آموزش متاسفانه زیربناست. این آموزش توی کشور ما توی همه چی ضعیفه. الان که فقط آموزش رو کردن کتابای عربی و مثلا من نمیدونم واقعا زبان عربی به چه درد ما میخوره، حداقل میتونن اینا رو آموزش بدن بچه‌ها از بچگی با طبیعت دوست بشن، که وقتی که یه آقایی که مثلا 23 4 ساله است نیاد اونجا عکس یه ببری یا پلنگی رو که شکار کرده با افتخار بذاره مثلا توی اینستاگرامش و بگه که من این کارو کردم، در صورتی که این اصلا یه جنایت دیگه. مرسی، ممنون که مایکو در اختیارم گذاشتید. می‌خواستم فقط این بحث آموزش رو بگم که خیلی خیلی مهم هست، امیدوارم که انجام بشه، یه روزی درست بشه. مرسی، ممنون که وقت دادید. سپاس از ما خانم آبیگی. دقیقا درست می‌فرمایید، در حال مردم و یه بچه‌های کشورهای دیگه که از کره مریخ مثلا نمیاد، از جای دیگه که نمیادن، که همون آدمایی که دارن کشورهای دیگه زندگی میکنن در ایران هم در واقع دارن زندگی میکنن. چطوره که اینجا با طبیعت و محیط زیست با حیوانها به گونه ای برخورد میشه، خب توی ایران به گونه دیگه ای برخورد میشه. دقیقا همونجوری که خانم آقا بگی فرمودن، بس آموزش هست. یعنی وقتی که از بچه از کودکی از زمان مهد کودک در واقع میبینه، هم در محیط آموزش هم در خانواده هم خیلی میتونه این قضیه تاثیر بذاره، که تو این قسمت من فکر میکنم این مقداری کمکاری صورت گرفته. امیدواریم که فقط در پایان جلسات فقط با بیم امیدواریم که این بحث هم مثل سایر بحثای دیگه حل بشه. موضوع آموزش، موضوع جنگل ها امیدواریم حل بشه، موضوع آبهای زیرزمینی امیدواریم حل بشه و و و در حال انسان به امید زنده است. اگر سایر دوستان نظری یا پیشنهادی یا صحبتی در این خصوص هست بفرمایند، اگر نه که کم کم به انتهای جلسه برسیم. بسیار عالی، در پایان تشکر میکنم از همه دوستانی که در این جلسه شرکت کردند، همچنین تمام افرادی که از طریق لایو یوتیوب ما رو دنبال کردند. مرسی که وقت گذاشتین همه دوستان، از همکارای خوبم که برای این برگزاری جلسه زحمت کشیدن، از خانم ساناز تنهایی به عنوان منشی جلسه، از صدا برداری خوب آقای مجید رؤوفی و آقای علی بومن تشکر می‌کنم،
از ادمین های جلسه، همچنین خانم ساناز تنهایی و آقای سپهر رضایی شایان تشکر ویژه می کنم که فضا رو به گونه ای ترتیب دادن که ما بتونیم یک جلسه دیگر رو در کنار دوستان داشته باشیم. من پایان این جلسه رو در ساعت 19:50 دقیقه 10 سپتامبر اعلام می کنم. مرسی از همه شما.